سلام و وقت بخیر دوستای عزیز، به برنامه خودتان گلشنبه خوش آمدید. خوشحال هستیم که ما و نظیر جان باز هم در این هفته خدمت شما هستیم و با یک ساعت مطالب جالب و قصه با مهمانی هفته با شما هستیم. راستی یادم نره که مریم جان نظر به مصروفیت هایی که داشت نتانست که همراه ما حضور داشته باشه. نظیره جان شما چی حال دارین؟ هفته که گذشت تو بود عالی بود، فوق العاده. از مریم جان یاد کردین به قول آهنگ قشنگ مرحوم احمد زایر که نیستی تو ولی یاد تو به جای تو است، مریم به جای تو است. دق شدیم ولا پشتش خیر باشد؟ حتما مصروفیت شان زیاد بوده. بله، به هر حال امیدوار هستیم که بخیر باز بیایه. و چی کردین در هفته که گذشت؟ من یه سوال از خود کردم، یه از خود بخیل من تصمیم دارین که دیگه هفته نگوید که شما چی کردین. ما کارای خوب بکنیم، خیلی اجازه بتن که یک سلام به دوستابتم و چه اول سلام پس کلام. سلام دوستان عزیز، امیدوار هستم خوب باشین، ایام به کام باشه. و هفته بد نبود، مجالس دیپلماتیک بود، سفارت ها بود، سفارت روسیه رفتم، روز به اصطلاح روسیه بود، جشن آزادیشان بود. و من از یک خبرنگار بی‌طرف ما در همه جا هستم. آقای هدایت عزیز با مترتیب کشور ازبکستان که یک وقت جز کشور شورا بود یک جشن فرهنگی داشتند که در او هم مرا دعوت کردند و من رفتم. هم ازبک تبارای خود ما یادم آمد، همونجا به اصطلاح دل ربایی کردم، یکان خواندن برشان کردم. اتفاقا اونا هم مرا دوست دارن مثل افغانای خود ما. وره نگفتی کدام خواندنه کردی؟ کدام خواندن بود؟ سنتنم جانسن جانم سن، بابام یورتم اسکنم سن، آنم تو قن وطنم سن، افغانستان افغانستان. گریه هم کردم، شادی هم کردم و یک گزارش خوب هم درست کردیم که بزور از طریق صفات نام خدا خودت نظیره جان بمی. هر زبان دیدیم که آهنگ خواندی تا حساب میگیریم که باز داخل چند تا میرسه آخر. حالا از خود بگین آقای ساعت ما مثل خود تو را خزیات تیر نبود، ولی خوب از فصل تابستان است، هوا گرم شده، کوشش میکنیم که زیادتر و اوقات بیرون از خانه برایم، یکان چکر به یکان پارک و یکان باغ و یکان جای بریم. فکر میکنیم این فصل معمولا همه گی کوشش میکنیم که تنها رفتین یا امرای عشقتان؟ امرای دوستا، رفیقا، خانواده. آدم این جای به عشق نباید بره. خیر بینیلای. آمه خیر. وجود آدمی از عشق میرسد به کمال. گر این کمال نداری، کمال نقصان است. چی مخبول؟ راستی موضوعات جالبه که در یه هفته داریم. شروع میکنیم از افغانستان. راجعه به بند امیر چیزی میگفتیم نظیره جان؟ بله، اما مقدم به او اجازه بتین که می هفته از روز مادرم تجلیل شد. سلیمان جان در افغانستان خوب کشورهای مختلف معمولا در روزهای مختلف روز مادر تجلیل میکنن. مادر موجود بسیار گرانبهاست. مادر به فدای الفت تو، قربان تو و محبت تو. و جای داره که از مادران افغانستان یاد کنیم و این روزه و تمام مادرای دنیا به خصوص مادرای رنج دیده افغانستان و صورت اخص مادر قهرمان، مادر که واقعا پنج اولاد مادرم، شش اولاد، یک برادرم و پنج اولاد کلان کده، جای داره ندیدیم شم. بسیار سرم قار آمست، تبریک و تهنیت میگم. ما به تمام مادرها، به خودت، به تمام مادرای افغانستان و به خصوص مادر خودم این روز تبریک میگم. کسایی که مادرشان در قید حیات است و همراهشان است خوشبخت هستن و هر روز بر مادر خود اگر روز مادر تبریک هم بگویم کم است. مادر یک نعمت است که تکرار شدنی نیست. همیشه همه اولادشان چقدر هم که بزرگ شوند در سن سال که برسند بر از اون روز هم طفلشان است و همیشه متوجهش هستند و همیشه آرزو دارند در بلندای سعادت ببینینشون. بله، از همون خاطر میگن جنت که به عشق جاودان است در زیر قدوم مادران است. راست میگن. بله، پیشتر از گردشگری گفتین، از تابستان گفتین آقای هدایت عزیز، به ارتباط یک مطلب خوب در مورد بند امیر، پارک ملی بند امیر داریم که همه دوستا آگاهی دارن که کجا است. مخصوصا در فصل تابستان میگه باز رنگ و رونق گرفته و به اصطلاح گردشگرا و بازدید کننده ها نه تنها از ولایت های مختلف افغانستان به بند امیر می آین و به اصطلاح وقت مثل شما خوش میگذرانند، بلکه از کشورهای دیگه و همینطور که سالانه سیاحین از نقاط مختلف دنیا می آین.
این بند واقعا که مردم شاد میسازه. بهتر است به تصاویر بریم آقای هدایت، تصاویر شما را میبینید، زیبا را شما میبینید که بند امیر واقعا بند تاریخی است و در این روزا جیل های پارک ملی بیشترین میمانه را به خود داره و رفت آمد سیاحین خارجی و داخلی بیشتر شده. شهروندان کشور از ولایت های مختلف البته بر تفریح و میله به اینجا میآید. شماره از بازدید کننده ها میگن که راهی که از ولایت هایشان به بامیان می انجامد در مقایسه با گذشته امن‌تر شده، که هم خبر خوش است. پارک ملی بند امیر نخستین پارک ملی به شمار میره که ارتفاعش 3000 متر به سطح بحر می باشه. عمق دریاچه های بند امیر 64 متر تخمین زده شده و بند امیر در ولسوالی یکاولنگ با فاصله 74 کیلومتر در شمال ای ولایت در وسط کوهای بامیان موقع داره. تصاویر زیبا رو شما ببینید که تجدید خاطرات قدیم بر ما کردم. یال آب نیلگون میبینین، دریا رو میبینین. این راستی یک چیز دوستا شاید دیر همه بفهمن، بند امیر متشکل از چند بند است، کوچک و بزرگ. همیشه در تصاویر این بند بزرگ به نمایش گذاشته میشه، عکسایش همیشه ما شما میبینیم. این بند به نام بند هیبت است. با این بند امیر، مجموعه بند امیر، مجموعه پارک ملی بند امیر از بندهای مختلف است که بند غلامان، بند ذوالفقار، بند پنیر، بند قنبر، بند پودینه، همین بند بزرگی که ما شما گفتیم بند هیبت است. این به طور طبیعی میبینین که با کوها طور فکر میکنین که مثل دیوار، ما طبیعی دیوار طبیعی است که در میانش این بند جای خود پیدا کرده. این شما تول رفتین؟ بله، ما یک دو مرتبه بامیان رفتیم. خوشبختانه در دو فصل متفاوت، یک دفعه فصل نسبتا سرد و یک دفعه تابستان، امی اقبال داشتیم که رفتیم و بند امیر از نزدیک دیدیم. واقعا جای زیبایی است. ولی اونجا رفتین، بهترین تجربه تان چی بود؟ چه خاطرات شیرین دارین؟ واقعا بامیان جای تاریخی است. سفر بامیان ببینه نگو منهدم شد. شکر کمی بند امیر رفتیم که بتای بامیان رو ببینیم، تا نبودن جای رفته بودن. نه واقعا مو جایش هم هیبت بودن، هم یک تندیس بسیار بزرگ با قند مجادم بردم به فکر رو میداره که در عصر زمان چند در سالهای بسیار پیش تمدنی وجود داشته که تو یک شاکار را دوش کرده. یقینا تاریخ مملکت معرفی میتونه به یسپام سوار شده. یعنی این متاسفانه ما با موتر رفتیم، چون بند امیر در رسولی یکاولنگ است، از مرکز بامیان تقریبا حدود 70-74 کیلومتر فاصله داره. کنم باید اونجا با موتر برم. موتر رفتیم. خاطره جالب برام رفتن تا بند امیر، بار اول وقتی که با یک منظره روبروی میشی، از این سن سال پرسان نکنین نظر جان. من نوجوان بودین دیگه. ایام جوانی بگویمش خوب است. در ایام جوان. بله، ما میگم خوشترین ایام عمر من بغم خوری گذاشت. اون شما خدا نکنه ایام جوانی رو بخوشید. دور باشه، دور باشه. جالبی بود که دوچه مثلا در راه برام جالبی بود که در راه میرفتیم یک گوشش مثلا شما ببینید مردم در یک گوشه یک در سر راه یک رستوران یک دکان بسیار خورترک بود. دوشه بسیار قروت مزه‌دار خریدیم. تا بال یاد قروت بامیان یکی چیز بامیان بود. کچالو و قروتش و راستی لبنیات و چیزا هم جات دوچه است. این بازار قرغنه تو ستمنا؟ بازار می قروت میبینم قروت. آه قروت گفتی. آه راستی قروتش خیلی مزه‌دار بود. ما هم کش میبینیم از قروت یاد کنیم. راستی تصاویرش هم میبینین و ما هم کش میکنیم که از برای ما خود دور است، ولی هر کسی که دسترسی داره از تولیدات وطنی استفاده بکنن، محصولات کشاورزا و دامدارای وطن خودم استفاده بکنن، خیلی هم برای اونا کمک میشه، هم واقعا چیزای طبیعی. بله. خیلی خوب است. آقای هدایت، بسیار آدم افسوس میکنه چی مملکت داریم و داشتیم، پیداوارش، آب و هوایش، کوهای سر به فلک کشیدش، مثلا بند امیر. دقیق. اما خدا کنه که باز روز بیای کمی ما از نزدیک بریم و مرا به مو شعر آقای ظفر انداخت که میگه امشب هوای دلکش پغمانم آرزوست، کاریز میر و قرغه و خنجانم آرزوست، از بحر سیر دشت دمنهای این دیار، اسب سفید و اسب سمنگانم آرزوست. خدا برسانتون، اگر نرفتین باز برین بخیر. بند امیر واقعا جای دیدنی است. خیلی جالب. امیدوار است.
امیدوار هستیم. مطلب دوم مطلب دیگه را از بند امیر از افغانستان یاد شد، حالا کمک بود ورزشی بتیم. یک خبر ورزشی رو امروز شنیدم که تیم افغانستان در یکی از مسابقات آسیای مرکزی اشتراک کرد به مکافا، و در این مسابقات دو مسابقه داد تا بالا با کشور قرقزستان و ایران. تصاویر با اشتراک تیم ملی افغانستان، تیم ملی فوتبال افغانستان رو میبینیم. یک چیزی سرمربی تیم ملی افغانستان هست همراه با اعضای تیم ملی، یک خبر یک گپ جالبه که من از این مسابقات شنیدم بود که دو بازی افغانستان متاسفانه باخت، یکی مقابل قرقزستان و مقابل ایران. اما گپی که حاشیه داشت، حاشیه یکی از مسابقات داشت، بازی افغانستان با قرقزستان بود که قبل از اینکه بازی به ختم برسه با مربی افغانستان تیم از میدان بیرون کشیده و اجازه نداده که بازی تا آخر ادامه پیدا بکنه. دلیل اصلی چیست؟ شاید به اختلاف نظر که همیشه بازی های ورزشی خصوصا فوتبال اختلاف نظرهای در داوری همیشه اختلافی که میشه بر رسم اعتراض اینا برآمدن از میدان، بخاطر که به نظر از اونا به اعتراض اینا کدام پنالتی گرفته نشده یا کدام تصمیم را که داور گرفته بوده مورد قناعت از اینا نبوده و اینا حتما تصمیم گرفتن که بازی رو دیگه ادامه ندن. بعد رسمی معمول است در ورزش. یک چیز جالب هم این بود، به خاطر اینکه در بازی ها یک رسم بازی جوان مردانه است که باید بازی رو تا آخر به اتمام برسانند، بازی باید ختم شوه. این برآمدن از نیمه میدان در خط میگن که یک توهین است برای تماشاچی ها و علاقمندان بازی و با خود بازیکن های تیم مقابل. در حقیقت چه اینا کردت از دست میتن یا دیست دیگه؟ در رفری هم اینجا بسیار مهم است در دنیای فوتبال. وقتی که یک تصمیم را مثلا مربی یک تیم میگیره، خود مربی در حقیقت مجازات میشه. مجازات مثلا مربی تیم افغانستان در بازی بعدی اجازه حضور در کنار تیم خود پیدا نکرده بود و در یک بازی در مقابل تیم ایران هم به خیر مجازات نیفتاد. بله، اون بازی بود، بازی قبلش از دست داد دیگه. منتها این که تیم افغانستان در مقابل کشورهای دیگه به میدان میره جای خوشی است، اما این حاشیه ها وقتی که پیدا میشه آدم متاثر میشه و سوال های زیادن پیدا میشه که آیا از لحاظ روحی و روانی ورزشکارا چی حالت هستن، تصمیم مربی چی باعث چی گونه مورال تیم تحت تاثیر خود قرار میده. امیدوار هستیم که مشکلات حل شوه، مربی هم کمک خونسرد شوه، یکمک اما در حالت هیجان است. سلیمان جان، یکی قضاوت است، یکی عدالت، باید قضاوت ها بر مبنای عدالت باشه و مرفری یا مربی داخل میدان بسیار معتادانه و موشگافانه بازی ها رو تعقیب کنه که کی فاول میزنه به اصطلاح خطا است. نظیره جان خدا کنه که کدام بازی فوتبال کدام نفع خودت رفریگری کنی سخت باز میفهمی. خدا میگم دشمنت هم رفری مسابقه فوتبال نسازه. سخت، وظیفه سخت است. وظیفه سنگین است. مطلب بعدی خود میریم که پیشتر راجع به این هفته صحبت کردیم. در این هفته ما رویدادهای زیادی در افغانستان در کل صورت گرفته که رویداد ما روز مادر گفتین. چیزی که همیشه با روز مادر در افغانستان پیوند داره، همیشه ازش یاد میشه، روز تولد و روز وفات یکی از بهترین بگویم یا یکی از مشهورترین اسطوره موسیقی افغانستان است. بله، احمد زاهر فقید در همین روز متولدم شده و 44 سال پیش در همین روز از دنیا رفته. مساله این روز علاقمندای احمد زاهر به یادش تجلیل میکنن و یادش گرامی میدارن. ما هم با پیوند با همی امروز میمان عزیزی را که داریم بعد از وقفی کوتاهی که پس از ترخات گرفتیم با درباره احمد زاهر فقید و درباره تجربه‌ای که میمان عزیز ما داشته با احمد زاهر صحبت خواهد کرد. بسیار جالب خواهد. مبارک باد
آهنگی را که شنیدین، آهنگ رمانشاد احمد زایر، تنظیم موسیقی زیر آقای ولی اشپاری انجام داده که امروز اونا را ما با استیدیو با خود داریم و در باره از این آهنگ و آهنگای دیگه احمد زایر فقید صحبت خواهد داشتیم. بله، پیش از اینکه میمون بیا، یک مسئله دیگه که آقای اشپاری نه تنها این آهنگ احمد زایر در وقتش ثبت کرده بود و خیالم که دوباره سازی هم کردش مدرن‌تر نظر به مقتضای زمان. صحبت های جالب خواهد بود امروز. منتظرش باشید. خوش آمدین دوباره. امروز میخواییم با یکی از کسایی که در پشت صحنه موسیقی حضور دارن امروزتان صحبت بکنیم. اما شما آهنگار اکثرا میشنوین، با صدای هنرمند آشناستین، با آلات موسیقی که نواخته میشه آشناستین، اما کسی که تنظیم میکنه، کسی که روی پلوی هم میگذاره تا پارچه موسیقی با شما تقسیم شوه، تقدیم شوه، کسی است که در پشت صحنه حضور داره، کارگردان موسیقی است، یکی از کارگردان های موفق موسیقی افغانستان امروز با خود داریم. قبل از اینکه به تفریح بریم اسمشون را گفتم، آقای ولی اشپاری با ما هستند. اونا قبلا یک استودیوی موسیقی به نام آریانا داشتن در افغانستان که در او هنرمندای خیلی بزرگ ما در اوجه آهنگ ثبت کردن. ایشان تکنیشن یا انجینیر صدا هستن و کارگردان موسیقی. خوشحال هستیم شما را با خود داریم آقای اشپاری، خوش آمده. زنده باشین، سلام با شما، سلام با خانم نظیره جان و سلام با هموطنان ارجمند و گرامی. خوشحال هستم با شما هستم. تشکر. پیش از اینکه ما با وقفه بریم، یک آهنگ از رمانشاد احمد زایر شنیدیم که یکی از ساخته‌های شما بودم برای احمد زایر عزیز. شما می‌خواستم قبل از اینکه سوالات دیگه و صحبت‌های دیگه برای شما داشته باشید، کمی درباره ثبت از این آهنگ و خاطره‌تان از این آهنگ بگید. آهنگ را که شما روی صحبت میکنین، آهنگ عاشق شده یه دل غم خواهیت مبارک با دمی آهنگ است. با یه آهنگ در استودیو در یک وقفه که دیگه آهنگ ها نبود، یعنی تنها آهنگ روز بود که باید ثبت میشد، یکی دو نوازنده به حساب دمو روز برای ثبت آهنگ قرار بود بیاین و همکاری بکنن، اونا به اصطلاح در استودیو نامدن. تنها سه نفره که در استودیو بودن، چهار نفر یا پنج نفر که بودیم، خدا مزایر جان بود، استاد مجید سپن ستار، مرحوم زایر جان توکل برای رباب و مرحوم ولی جان برای تبله در استودیو حاضر بودند. چند دوست دیگه و همکار دیگه استودیو که قرار بود اونا بیاین به موسیقی پارچه را همکاری بکنن، اونا به هر دلیلی بود نامدن. امی روحی آمد زایر جان امروز در استودیو بسیار یعنی جگرخون شد، به حساب جگرخون شد که چرا امی رفیقا برای ثبت پارچه نامدن که پارچه های بعدی رو هم ثبت بکنیم. من اینجا برش گفتم که خو خیر است، امی پارچه رو به یک شکل محلی میخونیم، رباب، تبله، ستار، آواز خودت، پارچه هم پارچه عالی است، آرام است، قدر پارچه شوخ هم نیست. در مجریان ثبت من میدیدم که تو یک غبار در چهره ازی است، غم در پشت چشمای ازی است، خلقش تنگ بود به حساب. و اونجا که پارچه هم شما میشنوین، اول خو به هر بی حوصله بود به خاطر که یک پرده هارمونی ازی بند میشه و در اول صدا میگن اوی بند من، و در آخر آهنگ هم بعد ازی که چند بار تکرار میکنه، همی کاغذ ها همی ورق شعری که روی شعر نوشته بود با یک عصبانیت از سر هارمونی میگیره و برام صدا میکنه که بچه منم تو ختمش کو دیگه، دلت کارچی میکنی. خب این پارچه رو به این شکل ثبت کردیم. یک دو سه روز بعدش برای ما اطلاع داد که امو پارچه رو لطفاً در جمع کست یا آهنگایی که در مجموعه ثبت میشه داخل نکنین، به خاطر که ناراحت هستم، نارام هستم، شاید که بیایم اینو دوباره بازخوانی بکنم. خب این پارچه رو ما جدا کردیم. باز یک قصه مجموعه دوم که ثبت شد و قصه هایی داره که شاید صحبت بکنیم روش. چند بعد باز برای من اول داد برای مسئولین استودیو و همه ما یک تیم فامیلی بودیم
که به اصطلاح یه آهنگ اگر اجازه شما باشه ما در موزیک سنتر ثبت میکنم. باز برای شما در کست 34 که ما قرارداد داشتیم امروی احمد ظاهر جان در او باز ما پارچه های بهتر و جالبتر برای شما تهیه میکنم و قرار بود که بریم پیش استاد ترانه ساز که اونام مسئولیت ساختن آهنگای مجموعه دوم، سوم و چهارم با خانم جیلا، خاله جیلا جان با عهده بگیرن. دیگه این پارچه پیش من ماند. امو غمی که روز با چشمایش ما دیدم و در ضمن یک صحبت دیگه که ما در استودیو امرایش داشتم کمی فقدان نوازنده و آلات موسیقی در افغانستان بسیار زیاد بوده. پیانو در افغانستان یک اینسترومنت قیمتی و وزمین بود، هر کس نداشت. مثلا بیس گیتار یا گیتار برقی یکی دو نفری هم که داشتن مصروف می بودن یا به هر دلیلی که بود اطور شوق همکاری نداشتن روی از این کارها. مثلا ما موسیقی رو هم یک شکل کم و چند دوست همکار در استودیو می آمدن، همراه آمد زهر جان، همکارهای دایمیش، ما پارچه ها رو ثبت می کنیم. امروز ما در آمد زهر جان با ما نیست، خداوند غریق رحمت بکنه که بهترین بهترین مملکت ما بود و هست و با کیام خاتمان. من یک وعده که برش یک دفعه در استودیو دادم که من صدا کرد یکی بازم تو چند نوازنده نامد، بازم تو غم و غصه به دل ازی جوان آمد. من صدا کرد که اگر یک روز شب بچو کمی تو خود ما بتانیم این موسیقی خود تیار کنیم، اما تو خود ما خود کفا شویم. تصادفا نمیتر به ذهن ما میتماد، گفتم برو خدا مهربان است، انشاءالله یک روزی کارها میشه. به می دلیل ما که وقتی که امریکا آمدم استودیو دوباره سر پای خود استا شد و حال توانایی ازیده دارم کمو کمبودی ها را که ما در افغانستان داشتیم، امو روزهایی که دوستای همکار نظر به مصروفیت هایی که داشتن نمیتونستن در استودیو به حضور به هم رسانن و با ما همکاری بکنن، اونمو خلاها و اونمو کمبودی ها را ما خودم برای آمد زهر جان به موعدی که برش دادیم پر بکنم و به می خاطر این پارچه رو بر شما تفاگویا آورد. این پارچه با اون پارچه که تا الحال امتانا شنیدن متفاوت است، چون بله. او ثبت میوزیک سنتر است و؟ نه، میوزیک سنتر خود ثبت خود کرد، پارچه نشر شد. این پارچه به می شکل خامه ازی پیش ما مان دقیق، من بود صحبت نخواستم بکنم. بله. پارچه که در تکثیر شده نشر ثبت میوزیک سنتر است. بله. بله. این که شما امیال ما با بیننده او را پخش کردیم، این ثبت بود که نزد شما بود، خام بود، شما را دوباره تنظیم کردین با چیزهای دیگه. از خاطر این پارچه به حساب آهنگ جدید احمد زاهر است. بله، بله. یعنی خب گوشت نگاشته اما یک ورژن یا یک شکل تازه شد. من مدت بیش از 20 سال است که آقای اشپاری، انجینیر اشپاری را میشناسم. انجینیر ولی اشپاری یک نام آشناسن، همه میشناسن، مخصوصا جامعه هنری. و یادم نمیره دفعه آخره که خانم پرستو مشعل ترنم موسیقی افغانستان آمدن، آقای دریا و هنرمندایی که می آمدن بشینین همینجا. او بابا من هم خبرنگار رادیو آزادی بودم، خانی اشپاری صاحب میریم، خانی اشپاری صاحب. و بعد گفتم آقای اشپاری از رئیس جمهور هم کده، مقامشان بلند. خب یقینا وظیفه بسیار خطیر دارن و قصه از غصه ها دارین و قول مجیب جان شما داستان هایی دارین، خاطرات خوب دارین، خاطرات خراب دارین که طبعا مرگش است. دمی هفته که ما در تجلیل از سال روز وفاتش و سال روز تولدش قول آقای دایت هستیم، دمی روزا معمولا اول چی اسم میکنین؟ خاطراتش وقت به یادتان میاد؟ چون بسیار ارتباط نزدیک شما با مرحوم احمد ظاهر داشتین. واقعا اطور است، ما چون همیشه سرکارم با موسیقی و هنرمند و ثبت استودیو بوده، در طول سال همیشه من مصروف می باشم یا در یه آخر مثلا بعض کارهای دیگه که مثلا دست می گیرم. اما این یک پدیده است که شامل زندگی همه ما و شما مردم است. آمد زاهر جان به نظر ما دلیلی که با ما است، دلیلی که تا امروز ملت افغانستان، نه ای ارگانیزیشن، نه ای کمیته، نه ای چیز، ملت افغانستان، ما مردم، هر قدر میلیونی که هستیم، امی جوان، امی مرد امرایش زندگی می کنیم. به دلیلی که بسیار پرکار بود، بسیار زحمتکش و هنرمند بود. شما ببینین هیچ هنرمند، نوشته است، ثبوت است، سند است، هیچ هنرمند افغانستان تا از روزی که شروع کرده تا به میال روانایی که حیات هستن، 22 مجموعه بر مردم افغانستان از خود به جای نماندن. با ما قدر عمر کمی که زندگی کرد. از این 22 مجموعه چند تاش امرای شما بودم؟ دو مجموعه. دو مجموعه شما بودم. دو کست هم سب کردیم، پینانر موزیک سنتر پنج کست، 15 کست هم دستگاه افغان موزیک از پیشان سب کردن. که البته خواندن هایی بوده که در مشترک و آهنگایی بوده که اکثریت امی 22 مجموعه در رادیو افغانستان هم ثبت شده.
به حساب آرشیف ملی و بیت المال که میگن، در اونجا هم ثبت شده و در استودیوهای خصوصی هم. بعضی که رادیو ثبت میکرد تنها نشر میکرد، اما دستگاه های خصوصی را پخش میکرد به سر تا سر افغانستان. مردم از آواز آذربایجان، از موسیقیش، از کارهایش مستفید میشن. به این دلیل است که انسان تا 44 سال بعد از مرگش در قلب و دل ما مردم زنده است، برای اینکه برای هر عرصه زندگی، برای هر گوشه زندگی ما، برای عاشق باید خوانده، برای صوفی باید خوانده، برای میهن پرستی باید خوانده، به اصطلاح امی آهنگ. شما کدام آهنگش بسیار دوست دارین که برایشان کار کرده باشین یا غیر از او کس دیگه ثبت کرده باشه؟ والا ما یک آهنگشه که آقای سیدعلی عالمی که ما او رمیشه استاد میگم به شخصت دوستش دارم، انجینیر ثبت موزیک سنتر، ثبت کرده و مو آهنگ است که ساخته های مرحوم ترانه‌ساز بزرگ ما است. با خدا تنگ است دلم، تنگ است دلم، نه و آتش میگیرد مگر از سنگ است دلم، از سنگ است دلم. گاهی اوقات امی آهنگ که ما میشنوم، امی دوری وطن، جنجال ها، امینا همینطور به وجود آدم زنده میشه. من تو پیشتر با شما گفتم، یعنی در طول عمر خود برای هر مسئله زندگی افغان، برای هر جنبه زندگی ما مردم آهنگ سروده و با بازار عرضه کرده. موسیقی امی یک لسان بین المللی است. به هر زبانی که تصنیف آهنگ باشه، موسیقیش همیشه جاودانه است. بخاطر شما گفتین احمد ظاهر فقید امروز در بین ما نیست، ولی یادش با آهنگایش و با موسیقیش همراه است. راستی یک چیز یاد ما نره که شما درها با احمد ظاهر فقید شما موسیقی جور نکردید. موسیقی با هنرمندای زیاد آقای اشپاری همکاری داشته، آهنگای زیادی در استودیوی موسیقی شان ثبت شده که تصاویرم نشان میده. دقیق نزد جان، این فروشگاه ایران موزیک از سال قدیم است. بعضی تصاویر را که آقای اشپاری همراه ما شریک ساختن. اشپاری سه به درباره یک ساعت کم با ما صحبت کنی. آقای اشپاری هم تاریخ زنده است، بفرمایید چه تصاویر مقبول امرای خود توفا آورده. اینطور است که امی سند ثبت در افغانستان از سالهای اواخر سالهای 66-67 در افغانستان شروع شد. اول دستگاهی داشتیم به نام کابل موزیک، ما محلی ثبت میکردیم. بعدا از دستگاه کابل موزیک شروع کردیم آریانا موزیکا، و هدف ما در آریانا موزیک، هدف بزرگای ما، فامیل همگی، بچهای کاکای نامی بود که ما در آریانا موزیک یک آرشیف مکمل از هر طبقه افغانستان، از هر به اصطلاح هنرمند افغانستان داشته باشیم. نه اینکه هنرمند مطرح، مثلا چند لحظه قبل عکسی از استاد کریم شوقی مرحوم بود. در وقتا کریم شوقی مطرح نبود، اما ما باید در آرشیف خود می داشتیم. عجب گل، پرانات غنیمت، اولین یگانه دستگاهی که ما از مرحوم پرانات غنیمت که از اهل اونود ما. اتفاقا اجازه بدین که می مکش جان پسرشان سلام گفته تا. علیکم با سلام. جان من دل به گل رو خان دادی، خوب رو را کجا وفا باشد. هفته دیگه من پیششان میرم، اتفاقا یاد کردن گفتن آهنگای پدرشان استاد پرانات. بله. معمولا نام شما را گرفتن. بله. و سلام هم برتان رسانه کسیتا باره باز اکسایی که آوردین آقایش پاری ما را به یاد خاطرات قدیم انداخت. نسل جدید ما شاید با این کسیت چیزا آشنایی نداشته. شما باور بکنین که ما در کابل موزیک و در آریانا موزیک، ما یک شمه از کارهای است که از افغانستان ما کردیم و ثبت کردیم و با همه تقدیم کردیم. بیش از حد اثر ما تقریبا در حدود 200 چند اثر ما ثبت کردیم، و اینمی شامل امی کارا است. یک تعداد از این واضحا در ما بین امریکا صورت گرفته از سال 1981 به این طرف، و یک تعدادی هم که در افغانستان از همون سال 1965 بگیریم یا 68 تا 78 که 10 ساله که شگوفانی افغانستان بود. کپا جالب است. تا سال 1978 که دقیق اشپاری صاحب صحبت تان یاد تان نره، صحبت های جالب است، خاطرات جالب است. باره واقعا هم رقم که نظر جانم گفت تاریخچه موسیقی است. یک وقفه بسیار کوتاه داریم، صحبت های ما با آقای اشپاری ادامه خواهد داشت. ادامه صحبت های ما با آقای ولی اشپاری درباره موسیقی افغانستان و همکاریشان با هنرمندای افغانستان است. آقای اشپاری قبل از اینکه روی باز سوال های دیگه امرخم که نظیره جان گفت، سوال خیلی زیاد است، شما یک عالم خاطره دارین. من چیز تکنیکی میخواستم، یک سوال تکنیکی بپرسم. وقتی که صحبت از ثبت موسیقی در استودیو و کارگردانی ثبت و کارگردانی موسیقی و تنظیم موسیقی میشه، میخواستم بفهم که در پس پرده چی کارهای صورت میگیره که تا یک
آهنگ ثبت میشه و به گوش ما میرسه. مثلا ما بیشتر تصاویر از کست دیدیم دورانی که شما با کست ثبت میکردین، بعدا سی دی برآمد و حالا همه چیز دیجیتال است. شما چگونه امی یک کم توضیحات بدین مثلا برای کسی که مثل ما موسیقی را نمیفهمه یا کسی که از تنظیم موسیقی چیز را سرش خلاص نیست گفتیم و شما یک کم بفهمیم؟ در افغانستان ما به حساب طریقی که در افغانستان ثبت میکردیم، خب اصلا مثل اینجا استودیو بود، نوازنده ها جای هایشان معلوم بود، مایکروفون های هر کس برای خود مایکروفون خود داشت، آوازخوان، ترومپت، ساکسفون، درامز، تبلا، هر چی که بود. این کل از این میره به یک میکسر بورد. در میکسر بورد ما تنظیم میکردیم مقدار آواز، مقدار تبلا، مقدار رباب، انعکاس، همه وقتی که به گوش ما خوش میخورد و مو شکل استریوفونیک تو تراکس میره به تیپ القی. دلیل تیپ القی بود که ضخامت فیتز زیاد بود، عمق صدا، وزن صدا و همه چیز یعنی غنی تر می بود. وقتی که ما را پای هم ثبت می کردیم، بعدا تصمیم می گرفتیم یا آهنگ اول باشه یا آهنگ دوم باشه. از امو تیپ ریل ما انتقال می دادیم به کست، ماستر کست، و از ماستر کست به ماشین های کاپی بود که کاپی می شد و به دسترس مردم قرار می گرفت. بدوی ترین یا ابتدایی ترین طریقه ثبت در دنیا همی بود. بعدها تکنولوژی، رقم تکنولوژی را ساختن که ما تیپ های شد که فیته ها زخامتش یا قد فیته زیاد شد، ایواز دو خط، اینا 8 خط و 4 خط و 8 خط و 12 خط و 16 خط جداگانه. مثلا برای ما توانایی ازی بود که ما رو با خط جدا ثبت کنیم، تبل رو خط جدا ثبت کنیم، اینجا بعدن بشینیم بشنویم اینجا خوب است، اینجا خراب است، ایرازی کو ایرازی کو، بتانیم دوباره میکس، دوباره آلات موسیقی را به اصطلاح تونش برابر بکنیم و بازی رو به شکل دو ترک از طریق میکسر بورد ببریم به ماستر و به مو طریق پیش بریم. عین پروسس زمان شد که دستگاه است آنالوگ به دیجیتال آمدن و این به اصطلاح اینترفیس ساخته شد که صدای آنالوگ میگیره دیجیتال میسازه و به طور مولتی ترک به اصطلاح ما میتونیم ریکورد بکنیم. خوبی دیجیتالی است که به اصطلاح می پلاگینز یا سافتویرهایی که ما میتونیم صدا را تنظیم بکنیم به اختیار ما است به شکل دیجیتال. سابقا مجبور بودیم برای هر چنل سامان سر به سر بکنیم، برای چنل آواز، برای چنل درامز. در دنیای دیجیتال هم تمام از این کارا به شکل دیجیتال صورت میگیره و اونمو پروسسه که ما میکس میکنیم و با دو ترکی را به اصطلاح به شکل دیجیتال ماستر میسازیم. اینالی که ای استریم میشه. دو ترک مطلبتان چی هست؟ استریو، لفت اند رایت. مثلا شما وقتی که میشینین یک موسیقی را میشنوین، یک سپیکر تلویزیون شما مثلا فرض کنین، یک سپیکر به طرف چپ داره، یک سپیکر به طرف راست داره. اینال این توازن صدا که آواز در وسط است، شما میبینین که آوازخوان چریش به وسط است، اما این طرف طبل است، این طرف رباب است، این طرف استریو. اصلا به معنی ازی است که دو صدای مختلف از یک منبع. وقتی که شما میتونین صدای تبل را از این طرف، صدای رباب از این طرف، لیکن در عین دستگاه را میشنوین، یعنی خودش معنی استریو را افاده میکنه. مانو کل صدا از یک جای است. اینطور نیست که مثلا روی استیج شما میبینین آوازخوان از این طرف های عزیز، این طرف این نوازنده است. یعنی پلیسمنت یا جایگذاری این اینسترومنت ها توسط میکسر بورد ها یا دنیای دیجیتال مهمترین پارت میکس است که ما باید در استودیو بکنیم. وقتی که شما هدفون را میمانین نزدیک میشنوین ایده اینجا می نوازه، ایده اینجا است، آواز ده اینجا است، آواز پیشتر از موسیقی است و اینا. یعنی پروسس یار صحبت ها تکنیکی شد، خدا کنه کلگی شنیده باشه. مقصد همین است که اگر صدا را از چهار طرف شنیدین بفهمین که دو ترک است، استریو بله، استریو. حالا حالا خود سراوند است و از چهار طرف صدا را سراوند باز هفت چنل است، هفت گمو یعنی چیزای تکنیکی. یعنی پروسس همی است، چی هفت چنل باشه چی نو چنل باشه، سراوند خودش هم قدر اسپیکر به شما میده، اما استریو به حساب همین دنیای هدفون که است چپ و راست، این همی جاست که وقت شما میشنوین چی با کجا است. خب خب صحبت از تکنیکی از بود تکنیکیش میکشیم کلک همه کلک دوستان همه که ماهی کلاس موسیقی است. بله واقعا صحبت ها جالب بود، گرچه من انجینیر نیستم، مسائل تکنیکی را وارد نیستم، اما نام خدایتان اول خو درود به احمد ظاهر فقید میگه به هر بهار برارد گل زمستان سر، گلی برفت که ناید به صد بهار دیگر. و گپ اندر باب موسیقی بود، شما یک عالم خدمت کردین. خود احمد ظاهر خود چی میکنین که روح روان شاد باشه. حالا مشکل امروزی چی است آقای اشپاری عزیز؟ افغانستان یا احمد ظاهر متعلق به تمام مردم افغانستان بود و است. مردم عاشقانه دوستش داشتن، اتال نسلای نو ما، اطفال نوجوانای مستعد میگه احمد ظاهر الگوی ما، سید ندیده و نمیشناسنم.
از دید شما همی مسئله کپی رایت در مورد خواندنای احمد ظاهر که امروز اقارب نزدیکشان ایره غصب کرده و بعضی ها که میخواین که آهنگ احمد ظاهر نشر کنن، سوشال میدیا بسیار فراوان است، چینل های تلویزیون به وجود آمده، از دید خودت شاید یکی خودت باشی بگی که من ایره در غصب خود میگیرم کپی رایت است، برزی که زحمت کشتین اکثریت چه ثبت کردین، در خصوص نظرتان میخواییم؟ خانم نظیره جان، یک بحث بسیار مغلق شما روی دست گرفتین. ما فقط خب اول خو یک موضوع رو باید صحبت بکنیم که هنرمند مردمش هنرمند قبول میکنه، هنرمند میسازه و دنبالش میکنه. ده خلق و زور، ده خدای زور. امروز احمد ظاهر جان ما 44 سال بعد از وفاتش هنوزم سلطان قلبا گفته میشه، صدای شرق، صدای قرن، الماس شرق، این القابی است که ملت برش داره، نه یک دستگاه و یک کمیته وزی وزی. این محبوبیت احمد ظاهر جان است. میایم سر کارهای احمد ظاهر جان. عزیزایی که کار کردن اینا باید یک موضوع متوجه باشن که اینا مثلا به اساس کار خارجا کردن. مثلا ببینین الویس پرسلی، الویس پرسلی هر قدر خواندنی که از خود ثبت کرده، خودش از خود کمپانی داره، خودش از خود کاپی رایت داره، زیر یک قانون کارش است. امروز کارش به دنیا توزیع میشه، استریم میشه، هر چیزی که میشه، هر منفعتی که از او میآید، حتی رادیو استیشن ها که آهنگش نشر میکنن. شاید قبلا دول خود نشته کرده بوده. قانون است، نوبل یک چیز جدا است، قانون موسیقی، قانون تکثیر موسیقی دنیا. امروز هر چی که منفعت است به اولادش میره. اون خودش میبینین اولادا و خانم اینایشان زندگی بهتر. اما امروز نمیشه که مثلا یک آدم دیگه بیای بگوی اینی ملکیت ما است. چرا؟ قانون امو عقب امو قانون الویس پرسلی داده. فرض مثال جان لنن، امروز بچه جان لنن نمیتونه بگوی که این ملکیت بابی است، ما بچه ایش هستم، از ما است. جان لنن کار خود به اپل ریکوردز فروخته، اپل ریکوردز کل رایتش به مایکل جکسون فروخت. امروز فامیل جکسون است، خیرات کار بیتلا، زندگی بسیار خوب داره. مشکل ممرای از این کارهایی است. خب به قسمت کارهای آمد زایر جان مزیاد حرف نمیزنم، ما 24 آهنگش حساب کردیم، لیکن امروز 200 چند آهنگ از یک هست مربوط بیت المال افغانستان است، مربوط رادیو تلویزیون، مربوط آرشیف ملی است. ما به چطور میتونم بگویم که این ملکیت بیت المال افغانستان نیست، از ماست و ما در یوتیوب رو نشر کرده بودم و آخر ما از پیشش یک منفعت بگیرم. یا فرض محال مثلا دستگاه خود گپ میزنم، آقای بریالای جان امیدی شکر حیات هستن، صاحب موزیک سنتر در سان فرانسیسکو زندگی میکنن، اونا میتونن برای خود گپ بزنن. مثلا ما امی 24 آهنگ را که از احمد ظاهر جان دادیم، ما به تحت یک قرارداد احمد ظاهر جان مزد خود گرفته، نوازنده ها مزد خود گرفته، کست در وزارت اطلاعات و کلتور وقت افغانستان راجستر شده، تاپی آریانا موزیک روی زده شده، تاپی راجستر زده شده و ما مالکیت همی دو آلبوم ما داریم. امروز اگر کسی میای برای ما بگه که نه این حق تو نیست، حق ما است، مثلا یوتیوب یک طرف میمونیم، این مسئله میره با دادگاه قانونی. اینجا قاضی از این جوان جا از من پرسان میکنه، از هم از چند نفر دیگه که ناخودآگاه رفتن کاپی رایت کردن به خاطر که در یوتیوب منفعت بر از اینا میآید. این حال قاضی از اینا سوال میکنه، خب پیدا میکنه که ملک اصلی کی است، صاحب اصلی کی است. یکی جوان ها گپ کشتن که استریمینگ رایت و ازی رایت و ازی رایت، ای گپ ها ای گپ هاییست که به حساب قانون های یوتیوب است، اما یوتیوب نمیفهمه که واقعیت اصل در کجا است. فقط یک مرز به حساب بله. پس زمینه ازی صحبت ما بگویم که در یه آخر وقتی که آهنگا خصوصا آهنگای احمد ظاهر وقتی که در یوتیوب یا در چینل های دیگه به نشر میرسه، پسرشان در اینجا اونا امی کاپی رایتش برای خود گرفتن و وقتی که آهنگ به نشر برسه او را فورا مانیش میشن به خاطر که میگن این کاپی رایتش از ماست یا حق نشرش و دست ماست، در حالی که مثلا من صبح این صحبت همین مسئله بود. خدا کنه که این مسئله حل شد و مگه دست اصیل داشته باشد. خب اجالتا ما مجبور هستم که بسلا جنبه قانون برای خود ما و برای کسای دیگه، مثلا نه تنها مسئله هم از ظاهرجان یک کنار میمونیم، نازدانی ما هست، اولادایشون برای من سخت نازدانه هست، فامیلش هم دوست دارم، احترام دارم، بسیار مدت خواست ما هم شناسایی داریم. اون مسئله جدا است، برای ما مهم نیست 24 آهنگ صدقی سر اولادایش، صدقی نام آمد زرجان، برای ما هیچ مشکلی نیست، بگیرن هر چی که هست. مشکل ما این است که یک سلسله کارهایی که ما از سال 1982 تا حالا در امریکا کردیم و این مردم در امریکا زندگی میکنن، یک تعداد از اینا با ولفیر رفتن،
یک تعداد از این اوزنگ میگیرن، یک تعداد از اینا مدیکل هلپ میگیرن. اینا هم رفتن این کارهایی را که فروختن سر مردم در مابین امریکا زیر قانون امریکا، اینا هم رفتن این کارها را به دست این آن ماندن در مابین یوتیوب. این خوب گفتی مردم از طالب کده دیگه، طالب سرگردنه مردم رو لش میکرد اینا در ولایات امریکا. یکم خدا کله گیر انصاف بده، انصاف هست باشه نریم مسائل مغلق چیز نفر مغلق هست، اینطور ساده نیست. بحث بود که شاید بر دوستا جالب بوده باشد، من برای خود جالب بود. یک میخواستم درباره یکی از خاطرات جالبتان و یکی در جریان همینقدر سال همکاریتان با هنرمندای مختلف بگوین، چی خاطره بود که شما را برای شما خیلی جالب بود؟ اگر نام هنرمندم نمیگیرین خیر است. والا باور بکن که این لحظه، چون خاطرات بسیار زیاد است، یکی از این جالبترین موضوعاتی که ما همیشه در کارهای ثبت روش پافشاری کردیم امرای هر هنرمندی که بوده، امی زبان دری زبان مادری ما است. زمانی که هنرمند یک شعر می سرایه، تصویرم گویا باید به شکل بسیار زیبا و به شکل درست زبان مادری ما رو اینا تلفظ بکنن. روز در استودیو بودم، یکی از هنرمند آمده بود و یک آهنگ می خواند که می گفت دل کند کشف راحت بر سر من. دمی جریان تمرین و پرکتیس بودیم این موسیقی تو شواهی تو شواهی این دل کند کفش راحت بر سر من، کشف راحت بر سر من، چه کنم یا همون یک چیزی بود، سالا بسیار پیش بود. خب بالاخره من این استودیو دستگاه را استاد کنم، گفتم ما بچه همین تو چی میخوانی؟ همین ها خونه بودن که در تصویر استان جانی بسیار بسیار با استعداد بچه هست. این خانم خونه بود هنگام جان، نو دوستای نزدیک ما بسیار نازدانه هنگام جان. بهرحال گفتم چی؟ خو منظور از این بوده که دل کند کفش راحت بر سر من. ای چی میخونی تو؟ کفش از چی از خلاصه کلام؟ یعنی با این حساب لحظات بسیار شیرین در استودیو با همه داشتیم. خدا همه از اینا را نگه داد، بسیار به امان خود داشته باشه. خاطرات خوبی بود، سالهای خوب بود، کارهای زیاده کردیم. تصاویر از خاطرات خیلی زیاد است. بعض از این هنرمندان حتما که تصاویر شده رامشگر آقا یک سفر همراه آقای صابری به ویرجینیا آمده بود. خوب توفه آورده بودین به گل شنبه. تشکر تجدید خاطرات قدیم. دقیقاً ما خوشحال شدیم از اینکه صحبت کردیم با شما همراه. خاطرات گذشته شما، خاطرات موسیقی افغانستان اینجا در سالگرد وفات احمد ظاهر فقید یاد بودی از اون نام کردیم و از موسیقی افغانستان و یکم یک کورس بسیار کوتاه در مورد اینکه موسیقی چرا هم ثبت میشن بود. خوب بود، بر ما آموزنده بود واقعا. امیدوار هستم که جلب توجه شما یقینا صحبت ها جالب بود. حالا دل ما نمیشه کشوری از پیش شما برم، نگه اگر زکوی تو رفتیم عذر ما بپذیر، جدایی که ضروری است بی وفایی نیست، یار زنده صحبت باقی. امیدوار هستم که یک برنامه مختص کلانتر برای شما تخصیص بدیم که قصه‌ای از قصه‌ها هم قصه‌ها جالب است، هم تجربه های آقای اشپاری جالب است. وقت برنامه شما را تشکر. وقت متاسفانه که وقت برنامه گنجایش از زیر نداره که ما پای صحبت های شما بیشتر بشینیم. فقط با می‌خوایم که برای بیننده عزیز آخرین گفتنیتان هم بگین قبل از اینکه ما با شما بدا بگیم. تشکر از وقتتان. با احترام به وقت برنامه، یگانه چیزی که من میتونم بگویم، من همیشه در زندگی خود، خداوند شاهد حال ما باشه، 47 ساله که من در پشت پرده بر موسیقی افغانستان کار کردیم، همه ایزی صرفاً و صرفاً بر مردم افغانستان بوده. یک روز شبه که یک آثار از زحمات ما، بیدار خویای ما، ازی برای این مردم، برای این نسل جنگ زده ما آثار بمانه که اینا یک روز هم اونا را بشنون، یاد گذشته ها را بکنن، یاد دوران طلایی مملکت را بکنن و در عین حال یک رفرنس برای اینا باشه، برای زبان دری، برای اشعار مملکت، برای شعرهای مملکت، برای آهنگسازهای مملکت، نوازندهای مملکتی. امروز یک کس برای من بسیار یک سوال جالب کرد، گفتم این تبلیغ از این پارچه را کی نواخته؟ این یک سوال. امی پارچه ام از ظاهر جان که ما برای شما آوردم، مثلا برش گفتم استاد ولی جان نواخته، حیرت رفت که او چی یک تبله زیبا نواخته. این امی کلش یک رفرنس است، یک مؤخص است برای نسل آینده. دیگه انشاءالله به خدمت شما می باشم. تلویزیون خود ما است، از زحمات شما، از زحمات شما، از عزیزایی که در پشت پرده زحمت میکشن، از همکاران تکنیکی، از همه تشکر میکنم. تا دیدار آینده. تشکر بسیار زیاد. ما هم خوشحال شدیم. وقتتان خوش باشه و
بعد از یک وقفه کوتاه دوباره با شما می‌بینیم. بیننده عزیز سلام مجدد، بازم خوش آمدین نظیره جان. صحبت های خوب داشتیم با آقای اشپاری جان. برنامه از دید ما عالی بود. آقای اشپاری بسیار معلومات خوب در مورد کار کرده ایش داد. خاطرات احمد ظاهر فقیده تازه کرد. بر من خوش گذشت واقعا. ما میگن چیز نو یاد گرفتیم راجع به موسیقی. بله بله، چیزایی که نمیفهمیدیم. بله بسیار چیزاست که من نمیفهمیدم راجع به موسیقی. البته شما قربان شطرنج هستین، خطاط هستین، خیلی هنر دارین و خیلی شکست نفسی میکنین. خواهش میکنم، یک روز شما رو باید میمان کرد. تشکر، زنده باشی. نظیره جان، خودت کدام دوگانگی نداری؟ والا خدا بته، خدا بته، هنوز اول عشق است، هنوز اول عشق است، سفر دنباله داره، تو را نادیده رفتم، دل از من گله داره. من میفهمم که شما چی میخواین. مطلب بسیار جالب داره، مثل که آقای دعیت گفتن مسئله سر دوقلوها یا دوگانگی است. عزیزا، یک تعداد از دوگانگی ها یا جوره های از سر تا سر اروپا در شهر برونوی اتریش که او شهر زادگاه اتلر دکتاتور سابق نازی ها میگن، اینا یک جشن گرفتن برای از اینکه اینا هدف دارن. پیش از اینکه سر جریان کامل یا هدف اصلی را اندازی این جشن دو قلوها یا دوگانگی ها صحبت کنیم، با تصاویر بریم ببینین که چه تصاویر جالب داریم. و اینا را که میبینین، اینا هم دوگانگی ها استن که سال چند بار، البته سال یک بار این جشن را اندازی میکنن و هدفشان از را اندازی این جشنواره ایست که مردم معتقد بسازن که این دو قلوها یا دوگانگی ها یک شخصیت یا یک کرکتر ندارن. چرا بسیاری ها فکر میکنه عزیزا که اینا یک فرد هستند، در حالی که اینا کرکترهای متفاوت و طرز دید متفاوت، فقط چیره از اینا اگه یک چیز باشه. و اینا میخواین که در این جشنواره بر مردم نشان بتن که اینا شخصیت های متفاوت دارند، دیدگاه های متفاوت دارند. معمولا خب برداشتو همیست که دو چهره شاید یک چیز باشه. دو خواهر که یکی اسمش جزمن علیس، ای گفته که دلتنگ هستیم از اینکه ما را مردم فکر میکنه که یک شخصیت داریم، در حالی که اگر خوب دقیق شوند خوی و خواص ما دوگانگی ها کاملا متفاوت است. به می ترتیب خواهر دیگهش میگه من خوشحال هستم که امروز در جمع جوره ها یا دوگانگی های هستیم که اینا میتونن زندگی خود ازش لذت ببرن و مردم معتقد بسازه که ما مردمان متفاوت هستیم. اونا میگن که ما سعی میکنیم که اطمینان حاصل کنیم تا مردم ما را به عنوان دو شخص متفاوت نگاه کنن. ولی مشکل است نظیره جان، دو نفر خصوصا دوگانگی هایی که از نگاه چهره شباهت بسیار زیاد به یکی دیگه دارن، واقعا تفکیکشان هم مشکل است. یعنی خودشان به عنوان یک مشکل برش اشاره میکنن که مردم ما را به عنوان دو نفر متفاوت ببینه. خودم ریادم. شما چی فکر میکنید؟ دو نفر اصلا دمروی خودت بیا نظیره جان. قیافایشان؟ قیافه همی هر چیز در ظاهر است نیست؟ یقینا شریعت هم ظاهره میبینه. خودت چی فکر میکنی که شخصیت های از اینا طرز دید شما میکنی؟ طبیعتا مشوخی کردم. طبیعتا که انسان ها متفاوت هستن، هر انسان کاراکتر رو درون هر انسان متفاوت است کاراکتر وقتی که صحبت میکنیم. ولی از نگاه چهره شباهتشان بسیار زیاد است که دو قلوها هستن، یعنی دوگانگی هستن که اصلا اگر بر فرض مثال مشمول دوگانگی زیاد در افغانستان معمول است دیدیم، واقعا برای خصوصا کسایی که چهرهشان با این حد شباهت داره، بله، واقعا مشکل است که آدم از یکی دیگه تفکیکشان کنه، خصوصا در اون جایی که با یکی سر بخوری چند نقبات با دیگه سر بخوری، غلط کنه آدم نمایشان غلط کنه. بر صورت قانون طبیعت است. مطلب جالب بود، مطلب جالب است. واقعا این دوگانگی خودش یک تا هنوز هم با وجود که از خدمت انسان چقدر مگذره، هنوز هم پیدا شدن یک دوگانگی واقعا یک سیگانگی حتی ششگانگی خیلی نادر است، اما دوگانگی واقعا یک شرف و شادی خاص را با بله. والدین و با اطرافیشان در پی داره. بله. واقعا بله. مطلب جالب بود. تشکر. بله. راستی در رابطه با دوگانگی یک چیز دیگه، می جشنشان حدود 40 سال میشه یه برگزار میکنن. بله بله. و هر سال 50 جوره را یا 50 دوگانگی را هم کسی که برگزار میکننده این جشنواره را اندازی کردن و به خیال من که طرز دید مردم تفاوت هم کرده. مسئله جالب است. یک وقفه کوتاه داریم. دوستان عزیز، یک مطلب
جالب دیگه بود در هر وقت ما در عصر و زمان تکنولوژی و یوتیوب و تک تاک همیشه میشنوین که ما از یک جای یک نفر لایو می یک نفر یعنی به شکل زنده حال یک مطلب را بر شما تهیه کردیم که یک تن از فضانوردای کشور امارات که تازه به ایستگاه فضایی بین المللی رفته لایو فرام سپیس یا به گفته خودش یا به شکل زنده از فضا تماس گرفته بود و با یک گروپ از دانش آموزا و معلمین و دکترا صحبت داشت مستقیم از ایستگاه فضایی بین المللی. تصاویرش رو با هم نگاه میکنیم و آقای سلطان نیادی که فعلا در ایستگاه بین المللی فضایی حضور داره بیشتر با این گروه از دانش آموزا و پزشکا صحبت داشته و در رابطه با فضا و سفر خودش در و تحقیقاتی که در جریان سفر انجام میته و همراهشان صحبت کردن که تصاویرش تا رو که میبینین همگی به شکل زنده اونا را میبینن اونا در فضا و سوالای خود همراهش مطرح میکنن و صحبت میکنن. جالب است نظیره جان ما شما دی تکنولوژی به از جای رسیده که مستقیم حاله. بله یقینا ببینین که همو خود ناسا تحقیقات را که انجام داده بسیار جالب است. هر چیز با مرور زمان تغییر میکنه. علم کشتی کنه به جوینده راه یابد به آفریننده. ببینیم بسیار جالب هم است. جریان سفر خود همراهی از گروه از دانش آموزا و معلمین شریک ساختن. آقای نیادی با یک راکت سپیس اکس که یکی از شرکت های ایلان ماسک است از مالک شرکت تسلا و در یکی از برنامه خود گفتیم ثروتمندترین مرد فرد دنیا دیگه اگه پول نباشه یکی از دیگه شرکت هایش است که ناسا و دیگه کشورها با استفاده از تکنولوژی شرکت سپیس اکس فضانوردهای خود فضا ارسال میکنن که آقای نیادی هم با استفاده از یکی از راکت های از اینا به فضا رفته. در جریان 6 ماه که در فضا در ایستگاه بین المللی حضور داره تجارب مختلف علمی را انجام میده. بله از درباره جملات بر کلگیش به اشتراک داشته. میبینید در فضا در خلا بی‌وزنی است. بله جانب. کمال میکنه مگه پرنده از زمین برخواست بالا رفت پرنده از روی هاوج کهکشان ها رفت. آقای نیادی اولین عرب بود که به فضا رفته. بسیار الله مبارک است. خدا کنه موفقانه پس بیای بخیر. دقیق جالب خدا کنه که مطالب را که یه هفته گرده هم آورده بودیم و صحبت های را که با میمان عزیز ما داشتیم مورد پسند شما واقع شده باشه. امیدوار هستیم تا برنامه آینده وقت خوش داشته باشین. تا گلشنبه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند نگهدارتان.